سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا را کمتر مردمی به اندازه ایرانیان پیگیران دنبال می‌کنند. در شرایطی که ارزش پول ملی پایین‌ترین رکورد خود را زده، تورم و بیکاری بالاست و در مجموع اقتصاد وضع نابسامانی دارد، تفاوت دو کاندیدا که یکی از آنها به فشار حداکثری و نتیجه بخشی آن معتقد است و دیگری به بازگشت به برجام، تا کجا بر شرایط اقتصادی ایران تأثیر خواهد داشت؟ آیا وضع بد اقتصادی مردم به معنی بیپولی حکومت جمهوری اسلامی هم هست، یا این حکومت میتواند علارغم همه مشکلات و فشار حداکثری خودش را اداره کند؟ این ایده که فشار حداکثری میتواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و مجبور به مذاکره کند یا به فروپاشیش منجر شود، تا چه حد قابل اتکاست؟ چهار مهمان داریم که با سه تای اونها بحث رو شروع میکنیم. بهروز فراهانی، فعال سیاسی کارگری از پاریس با ماست. محمد رضا سبزعلی‌پور، فعال اقتصادی از تهران. و حسن منصور، اقتصاددان از لندن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای منصور، به نظر شما فرق بایدن و ترامپ در وضع اقتصادی ایران چقدر جدی هست و آیا میشه حساب کرد که اگر مثلا ظرف یک سه ماه آینده آقای بایدن در کاخ سفید باشه، تغییر عمده‌ای در وضع اقتصادی ایران ایجاد میکنه؟ عرض سلام سایکا خانم، خدمت شما، همکارانتون و مهمانان ارجمند و تمام بینندگان عزیز برنامه. ملاحظه بفرمایید، خود این پرسش از یک پیشفرض برمیخیزه و اون پیشفرض رو مسئولان کشور در ایران جا انداختن و تبلیغ کردن، و اون اینکه خرابی اقتصاد ایران ناشی از تحریم هاست. خب این مسئله درست نیست. ببینید، اقتصاد ایران در این مدت 40 سال همیشه مسئله داشته، و عمده ترین مسئله رو من به صورت مشخص عرض کنم. ببینید، حجم اقتصاد ایران، اقتصاد ملی در این مدت 41 سال تقریبا شده است 2 برابر، میزان جمعیت شده است در حدود 2.5 برابر و بیشتر. در نتیجه اگر نظام توزیع به همون شیوه سابق هم باقی میموند، که باقی نمونده، سهم هر ایرانی به 60-70% تقلیل پیدا کرده، یعنی کشور در مجموع فقیرتر شد. این علارغم تمام درآمدهایی که وجود داشته. به این ترتیب مشکل اساسی اینجاست. چرا چنین شده؟ بحث بسیار طولانی است. ببینید، این را عرض کنم، به شطور گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. شما از ساختار اقتصادی ایران بگیرید، چیزی که ما 10 سال روش کار کردیم، بخش اقتصاد ایران رو بگیرید، در تمامی اینها اقتصاد ایران عمدتاً زمینگیر و دچار بی بهره‌وری است. یعنی رشد بهره‌وری در این مدت 41 سال تقریباً صفر بوده. این دکتر منصور، این به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی است یا شرایط منطقه، شرایط در واقع وضعیتی که وجود داشته به هر حال منجر به این می‌شده؟ اصلا چنین نیست سرکار خانم. ببینید، در این مدت راه دور نریم، شما که ترکیه رو نگاه کنید، وقتی در ایران انقلاب شد، درآمد ملی ترکیه 60% درآمد ملی ایران بود. امروز به اندازه 2.5 برابر تولید ملی ایرانه. مشکلی که در ایران آغاز شد، ببینید، در هم ریختن ساختار ایران و پایین رفتن کیفیت مدیریت و نیروی کاری که با نظام سیاسی در ارتباط بود. این اصل قضیه است. یعنی نظام جمهوری اسلامی نشون داد که استعداد فوق‌العاده‌ای داره در جلب ناتوانترین و ناکارآمدترین استعدادها برای کشور. یعنی توجهی به این نداشت که اینا کارآمدن، کار بلدن یا نه. فقط وفاداری اونها به حکومت معیار بود. در نتیجه این نظام علارغم برخلاف نظام های نظیر اتحاد شوروی یا کشورهای نظیر چین امروز، اینا نتونستن مدیران سطح بالا رو آدم های توانمند و کاردان درست بکنن. در نظام در مجموع
دچار ناکارآمدی است. این اصل قضیه است. به این اضافه کنید در یک چنین نظامی ده ها عارضه دیگر از جمله تحریم ها. در اینکه تحریم ها مؤثر بوده تردیدی نیست، ولی وزن تحریم ها در این گرفتاری ها بسیار بسیار ناچیزه و با رفع شدن تحریم ها هم این مشکلات برطرف نمیشه و بجاست. آقای سبزعلی پور، نظر شما چیه؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما مهمانان و همچنین بینندگان محترمتون. خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با بحث سیاست ایران یا وضعیت اقتصادی ایران، باید من هم اینجوری اشاره بکنم که همچنان که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جناب آقای ظریف در یک جایی فرمودن که این انتخاب خود مردم ایران بوده، مردم ایران با انقلاب اسلامی یک سیاستی رو انتخاب کردن، یک شیوه ای رو انتخاب کردن که با این شیوه کشور اداره بشه و کشور جلو بره. و از اون موقعی که کشور و جمهوری اسلامی ایران متولد شده، خدمت شما عرض کنم که به همون شکل داره اداره میشه. در نتیجه مشکلاتی رو هم همین شیوه به همراه خودش داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که میخواهیم این شیوه رو جلو ببریم که یک شیوه ایست که با خیلی از شیوه های دیگه اختلاف داره، مخالف یک سری از شیوه هاست، یا یک سری از کشورها با این شیوه موافقت ندارن و ما یک زندگی خیلی راحتی داشته. منظورتون روابط بین الملل یا شیوه های انتخاب مدیران هم در این نقش داره؟ من اول دارم راجع به روابط بین الملل منعرض میکنم، چون بالاخره روابط بین الملل خیلی تأثیر داره در ارتباط با مشکلاتی که ما در حال حاضر داریم. و این باعث شده که یک سری مشکلات رو از 40 سال خورده پیش که تحریم ها بر ما اعمال شده و روز به روز طی این 15 سال گذشته تشدید پیدا کرده، روز به روز بیشتر بشه. اما باز در اینجا بایستی تأکید بکنم که مشکلات ما کاملا نشأت گرفته از تحریم ها نیست و در ارتباط با نوع مدیریت و عملکرد برخی از آقایون و کسانی که به هر صورت مدیر هستند در این کشور، عملکردهای غلطی داشتند که این عملکردهای غلط بعضن بر روی سیستم اقتصادی کشور ما تأثیر منفی گذاشته، که اگر به صورت شایسته سالاری مدیران خوب انتخاب می شدند و واقعا روابط کنار می رفت، باندبازی ها کنار می رفت و افراد شایسته بر سر کار می اومدن، به نظر من افرادی که می اومدن می تونستن بخشی از مشکلات رو که همچنان هم می تونن در حال حاضر اگر انتخاب بشن مرتفع بکنن. پس بخشی از مشکلات ما مشکلات تحریم ها بوده که با جنگ های متوجه شدم آقای علی پور، ولی برای من بسیار جالب هست که من فکر می کنم هم بینندگان این رو متوجه میشن که شما و آقای منصور یک حرف رو میزنید ولی دو معنای متفاوت ازش برمیاد. شما انتقادتون به این دولت هست، آقای منصور انتقادش به کلیت در واقع مدیران جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون هست، اینطور برداشت میشه. شما فکر کنید اگر این دولت بره و دولت بعدی بیاد میتونه با مشکلات کنار بیاد؟ یعنی راه حل هایی داره برای حل مشکلاتی که الان کشور باش دست به گریبانه؟ من پیشگو نیستم، ولی خدمت شما عرض کنم که میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، اگر اون مهمان برنامه‌تون در ارتباط با این قضیه به اون شکل داره موضوع رو به حساب تحلیل میکنه و من به این شکل، به خاطر اینکه ایشون بیرون هستن و 40 سال رو با همدیگه دارن نگاه میکنن، من در حال حاضر اینجا هستم و دارم این چند سال رو نگاه میکنم که الان درش هستیم و داریم توش زندگی میکنیم. البته نه اینکه فقط آقای روحانی، به هر صورت در زمان دولت ایشون مشکلات مدیریتی داشتیم، در دولت مثلا قبلی مدیریتی مشکل نبوده، نه، منتهای مراتب فرق ما بین آقای خدمت شما عرض کنم منصور و من در اینه که ایشون 40 سال رو نگاه میکنه، من دارم سالهای اخیر رو نگاه میکنم. این از اون بابت. ولی در ارتباط با اینی که دولت بعدی بیاد آیا مشکلات مرتفع میشه یا نه، اگر دولت بعدی هم سیاستش بر این باشه که بر مبنای باندبازی، رفیق بازی و مسائلی که تا به امروز بوده در بعضی از دولت‌ها سیستم رو جلو ببره، من از همین الان به شما قول میدم که هیچ اتفاق مثبتی نه تنها خواهد افتاد، نه تنها نمیفته، بلکه روز به روز بدتر هم میشیم. ولی امیدوارم دولت بعدی هر کسی هست کسی باشه که واقعا این ضعف ها رو بشناسه و از افراد شایسته استفاده بکنه تا بتونیم بر مشکلات فائق. آقای فراهانی، شما نظرتون چیه؟ به خصوص که
روی همین قضیه که آیا این مشکل مشکل یک دولت در ایران هست یا مشکل یک رئیس جمهوری در کاخ سفید هست یا فراتر از این هاست و یک مسئله ریشه دارتره؟ بله، با سلام به شما و مهمانانتون. نه، من 100% فکر میکنم که این به هیچ وجه به یک دولت و یک رئیس جمهور در کاخ سفید مربوط نیست، به ناکارآمدی مدیران کمابیش بالا پایین مربوط نیست. ضمناً مهمان قبل از من صحبت کرد، یک خلافیتی را مطرح کردن. ایشون فرمودن که مردم ما این راه رو انتخاب کردن، نه این جمهوری اسلامی، در اثر یک رفراندوم کاملا قلابی و با در یک شرایطی که یک وضعیت بسیار ویژه‌ای بود و یک اعتماد ویژه‌ای به کسی که فکر می‌کردن ایران رو به یک سمت و سوی دموکراتیک می‌خواد ببره، این رأی دادن. مردم ایران هرگز به ولایت فقیه به این شکل و این سیستمی که در ایران هست رأی ندادن، بلکه بهشون تحمیل شد. هر نوع مبارزه‌ای هم که باهاش کردن در چند سال اول در خون خفه شد و این چیزی که ما الان در باهاش روبرو هستیم در واقع یک نظام تحمیل شده بر یک انقلاب و یک قیام ضد سلطنتی بود. من نمیخوام اینجا وارد این بحث بشم، فقط یادآوری کنم که بحث ما نیست، بیشتر همون بحث اقتصادی رو اگه صحبت کنیم ممنون میشم. کاملا درسته، ولی چون ایشون رو گفتن لازم بود که یادآوری تاریخی بشه. اول و اما اینکه این مسئله به این شخص یا اون شخص یا این دولت نیست. شما نگاه بکنید بعد از جنگ، تمام کاملا با این موافقم که به هیچ وجه تحریم ها باعث این وضع نشدن، تحریم ها تشدید کردن بحران رو. اساس قضیه در واقع اون سیاست هایی هست که بعد از جنگ با دولت آقای رفسنجانی شروع شد و تا به امروز با شیوه های مختلف، با بالا و پایین، با کم و زیاد، عیناً همون ها ادامه پیدا کرد. و اون سیاست های نئولیبرالی هست که کاملا توسط سازمان های بین المللی مدافع این سیستم این نسخه پیچ شده. و یادمون نره، من خسته نمیشم از تکرار این که علارغم تمام شعارهایی که آقای احمدی نژاد میداد، در سال 2010 یعنی 10 سال پیش آقای اشتراسکان که رئیس صندوق بین المللی پول بود، ایشون رو به عنوان شاگرد اول سیاست‌های نئولیبرالی خانه خراب کن در واقع که همه جا بوده، ما باش ایشون رو معرفی کرد در منطقه و به ایشون تبریک گفت. مسئله کاردانی مدیریت امریز کاملا فرعی. همین سیاست‌ها در آرژانتین و در شیلی توسط بانکدارها، توسط مدیرانی که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و استنفورد و ییل و اینا هستند و زیر نظر صندوق بین المللی پول، به اون حتی در شیلی در دوران پینوشه توسط خود فریدمن، شیکاگو بویز، مکتب شیکاگو پیاده شد و به پیش رفت و الان داریم میبینیم چه شورشی رو در شیلی ایجاد کرده. مسئله کاملا شما یعنی در واقع میفرمایید که مشکل یک مسئله بین المللی و جهانی است و این شیوه هایی که در ایران هم انجام شده مطابق بر اونها بوده. من میخوام یه ذره بریم تو جزئیات. من متوجه هستم که هر سه آقایون بر این باورن که به هر حال مشکلات فقط تحریم نیست، فقط در واقع مدیریت نابسامان هم هست و مشکلات دیگه‌ای که در ایران بوده، ولی اگر دقت کنیم ظرف سالهای اخیر بخش قابل توجهی از مردم ایران از طبقه متوسط نزول کردن به طبقه فقیر، فقیرتر شدن و این کاملا روشن هست. بیکاری بیداد میکنه، وضعیت اقتصادی نابسامان هست. نمیشه گفت که به هر حال این دولت دولتی بوده که مسئله مدیریت نابسامان رو همونطور که آقای همه هر سه آقایون به نوعی گفتن از آغاز ممکنه داشته، ولی این سالهای اخیر یه چیزهای اضافه شده که ادارش رو براش سخت کرده. آقای فرهانی چقدر شما به این بها میدید؟ چقدر فکر میکنید که واقعا نقش تحریم ها رو میتونید جدی ارزیابی بکنید در شرایط فعلی ایران؟ نه، تحریم ها که خانه خرابکن بوده تردیدی نیست، ولی اگر سیاست هایی که در ایران بود بر اساس عدالت اجتماعی بود، بر اساس تقسیم عادلانه ثروت و ارزشی که در ایران تولید میشه بین اقشار مختلف بود، ما با این شدت روبرو نمیشدیم. علی‌رغم تمام شعارهایی که 40 سال گوش ما رو پر کردن، ما الان با وضوح داریم میبینیم که خبری از اقتصاد مستقل نیست، خبری از خودکفایی نیست. ما یه اقتصادی داریم که تا مغز و استخون وابسته به سرمایه جهانی هست. بله. و همین هم به اونها اجازه میدی که وقتی ما با سیاست‌های اونها نمیتونیم کنار بیاییم، گریبان ما رو بگیرن، گلوی اقتصاد ایران رو فشار بدن. متوجه. اگر اقتصاد ایران روی خود پای خودش میتونست بیسته، ما با این همچین وضعیتی روبرو نمیشدیم. و ما ناکارآمدی مدیرانی که شما اساساً آیا معتقد هستید که حالا من میخوام این رو با بقیه مهمان هم صحبت بکنیم، خیلی نمیخوام روی یک مهمان بمونیم، ولی آقای فرهانی اگه کوتاه بگید، فکر میکنید که آیا میشه هیچ کشوری در شرایط حال حاضر دنیا تنها به اون شرایطی برسه که شرایط ایدئال هست، یا مجبور هست به نوعی با بقیه کشورها به هر حال وارد همکاری اقتصادی و سیاسی بشه؟
واضحه در کشوری که 80% نیازمندیاش از طریق واردات تامین میکنه، بدون وارد شدن با مناسبات با کشورهای دیگه نمیتونه به جلو بره. با بهترین و پیشرفته ترین نیروها هم شما اگر بذارید مجبور هستن که یه سری داده ستتایی داشته باشن. یه قاعده است، ولی داده ستت داریم تا داده ستت، تقسیم ثروت داریم تا تقسیم ثروت، و رابطه داریم تا رابطه. اینه که این مسئله است که موزل ما هست، که این شعارهایی که داده میشه تمام پوچ و تو خالی هست. میگن عدم مذاکره، عدم نمیدونم فلان کار. ما میدونیم که در مذاکره هیچ وقت نشده بوده، همواره وجود داشته. و این مسئله که همه مشکلات رو ببریم روی ناکارآمدی مدیریت، من مثلا مونه، نه، بهترین مدیرها هم با این وضعیتی که هست کاری از پیش نمیتونستم ببرم. من اجازه میخوام که خوش آمد بگم به علی حاجی قاسمی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سودرتون از استکهلم. با ما آقای حاجی قاسمی به طور ویژه روی وضعیت در واقع شرایط کمک های اجتماعی و اینها کارهای جدی کردن. آقای حاجی قاسمی، صحبتی که آقای فراهانی میکنند رو شما چقدر بهش اعتقاد دارید که وضعیت ایران در واقع ایران یک کشوری هست که با همه شعارهایی که میده بیشتر داره قوانین نئولیبرالیسم رو اجرا میکنه و مشکل عمده ای که الان داره این هست که نمیتونه خودش رو اداره بکنه، چون بخشی از اون پولهایی که به هر حال با پول نفت به دستش میرسیده الان نمیرسه و خیلی از اون نیازهای اولیه رو دیگه نمیتونه اداره بکنه؟ بله، بخش اعظم فرمایشات دوستمون و بسیاری از کارشناسای دیگه درست است. فکر میکنم در میان کارشناسان در واقع اغلب نظرشون بر این هست که آنچه که در واقع سیاست مسلط بر کشور به گونه ای است که کار اقتصاد رو دشوار میکنه. مشکل اساسی در واقع اقتصاد ایران این هست که بر شانه های یک اقتصاد کاملا بروز شده امروزی، وابسته به در واقع اقتصاد جهانی که متکی به صادرات نفت و واردات همه اقلام از خارج هست، ما در واقع میشه گفتش که دولتی رو داریم که این دولت دوست داره به مثابه یک دولت درونگرا، حالا اسمشو دولت‌های ملی میذاریم ما در علوم اجتماعی، عمل بکنه. و این دولت‌ها متعلق به میشه گفت 4-5 دهه قبل پیش از آن بودن، یعنی به دوران جنگ سرد. با ورود به عرصه جهانی شدن، این دولت‌ها با اون تفکرات و با اون ساختارهای فکری نمیتونن کار بکنن. یعنی به نظر من اگر مشکل ایران میخواد حل بشه، مشکل اقتصادی ایران حل میشه، این است، راهش این استش که زمامداران ایران در این نوع نگاه به کشور، به کشورداری و به اقتصاد و به سیاست و سیاستگذاری تجدید نظر بکنن. نمیشود ما به شیوه و به روش‌های سنتی و قدیمی که استقلالمون رو با اون مفاهیم گذشته می‌خواستیم حفظ بکنیم، استقلالی که در واقع چارچوب‌هایی که امکانات اقتصادی محدود هست، شیوه زندگی و توقعات عمومی بسیار پایین بود در 60-70 سال قبل پیش از آن، ما وارد عرصه‌ای شدیم که طبقه متوسط بزرگ در همه کشورها، در ایران که کاملا هست، و با توقعات بسیار بالا و نیازهای اقتصادی گسترده که ما با این سیاست گذاری که میخواد به درون نگاه بکنه، بر استقلال تاکید داره و میخواد در واقع یک نوع آقایی در منطقه بکنه، خب اینها خواسته های آیا حاجی قاسمی برای چی؟ به نظر میاد که همونطور که گفتم بخش عمده ای از مردم در ایران، واقعا ما اینجا با همکارمون صحبت میکردیم که به نظر نمیاد که هیچ ملت دیگه از ملت ایران این انتخابات آمریکا رو اینقدر با دقت و از نزدیک دنبال بکنن. به نظر میاد که خیلی ها فکر میکنن این تاثیر داره. آیا به نظر شما تاثیر داره؟ بسیار تاثیر داره، بسیار تعیین کننده است. برای اینکه ما فساد داشته ایم، نه فقط در این 40 سال، پیش از اون هم در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران فساد بوده است. ما سوء مدیریت خب داشته ایم. البته مثلا در مورد دولت روحانی بخوایم بگیم، در دوره نخست کاریشون خب یک بازدهی در کارشون بود، یعنی مثلا تورم شروع کرد به پایین اومدن، این اینکه بی تدبیری در سالهای اخیر دیده شده، ناکارآمدی دیده شده. ولی آنچه که تعیین کننده بوده اینی که اقتصادی که وابسته بوده به درآمد نفتی، درآمد نفت قطع شده. درآمد نفت که قطع شد، شیرازه های اقتصادی از هم پاشید. یعنی اون درآمدی که لازم بود که باش تأمین حوایج روزمره جامعه و اقتصاد ملی صورت بگیره، این قطع.
و به نظر من آنچه که انتخابات آمریکا رو استر اهمیت بهش میده اینه که با اومدن تیم بایدن که به نظر میرسه در انتخابات پیروز بشن، ما باز خواهیم گشت به در واقع 4 سال پیش، به اونجایی که اوباما و جان کری در مذاکراتشون با ایران به برجام و به هر حال اون روند ادغام ایران در جامعه جهانی رسیده بودن. و حالا ایرانی ها میخوان در واقع بر این به اصطلاح مشکلشون غلبه بکنن، باید بتوانند به سرعت بازگردن به اون دوره. و این مشکل بعدی ایرانی هست. مسئله همینه آقای حاجی قاسمی، مسئله اینه که من داشتم مقاله ای رو از یکی از اقتصاددانان بسیار سرشناس داخل ایران میخوندم و آقای رنانی خیلی جالب اشاره میکنه، میگه که بحث در مورد کدوم رئیس جمهور در کاخ سفید واقعا مسئله ایران نیست، بحث این هستش که اگر که آقای بایدن بیاد این شیب آهسته تری خواهد بود، چون به هر حال همونطور که بقیه آقایون هم گفتن مشکلات ایران، مشکلات زمینه ایران، چیزهای دیگه ای هست که برطرف نمیشه. اگر مثلا ترامپ بیاد با این فشار حداکثری احتمالاً شیب سریع تری خواهد بود. بحث این هستش که واقعا، حالا بذارید من اینو باز از آقای منصور بپرسم چون مدتی هست که ساکت هستن، آقای منصور آیا واقعا یک کشوری مثل ایران با همه این مشکلات اقتصادی که داره، یعنی در واقع حکومت جمهوری اسلامی با همه این مشکلات اقتصادی که داره، آیا میتونه خودش رو اداره بکنه برای سالهای طولانی؟ چون مسئله بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی این هستش که آقای ترامپ بیاد کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه. آیا اساسا اقتصاد میتونه پاشنه آشیل یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی باشه؟ ملاحظه بفرمایید، یکسره کردن کار هیچ حکومتی نباید به دولت دیگری واگذار بشه، این رو هر ملت خودش باید تصمیم بگیره. ولی من فکر میکنم در عرایزی که من کردم یک عرض کنم شکاف وجود داره با مطالب دیگری که گذشت. ببینید، تقلیل مسئله مدیریت به سطح مدیران، این به نظر من ما رو منحرف میکنه. مسئله همانطور که بنده سعی کردم روشن باشه در عرایزم این نیست، مسئله این است که بنیاد نظام اقتصاد اسلامی یا نظام اسلامی بر بنیادهای کاملا نادرست. در نتیجه شما انعکاس این رو در قانون اساسی میبینید، در حکومت سیاسی، در رهبری ولی فقیه میبینید، در ساخت این رو ببینید به صورت ملموس. حدود 80% تولید ملی ایران در دست دولته، یعنی شما بودجه کل کشور رو ببینید بیش از 80% تولید ملی در ذیل اون قرار میگیره. شما اگر بهترین دولت‌ها رو هم میداشتید چنین اقتصادی زمینگیر میشد، با اون فقط 20% میمونه برای 84 میلیون اقتصاد زمینگیر میشد، اما آیا حکومت هم زمینگیر میشه؟ بحث این هست که آیا فقر مردم همون فقر حکومت هست یا حکومت علارغم این فقری که در ظاهر در اقتصاد روشن هست میتونه خودش رو اداره بکنه؟ ببینید، سوال بسیار روشمندانه است خانم. شما نگاه کنید به دوره عراق، دوره صدام، نگاه کنید به کره شمالی که در اینجا مردم رو به علفخواری میفرستند ولی دستگاه حکومتی اونجا تکون نمیخوره، بزرگترین مشکل رو ارائه میکنه. این نشون میده که نه، شما وقتی از هر نظر تسلط خودت، نظر نظامی، از نظر رسانه‌ای، از نظر تبلیغات و منابر برقرار بکنید و بتونید اون رو حفظ کنید، میتونید برای مدتی همون وضع ادامه بدید و حکومت دچار اسرت نشه، به طوری که بعد از رفع برجام هم در جامعه ایران گشایش محسوسی حاصل نشد ولی دولتی ها دستشون باز شد، رهبری دستش باز شد برای گسترش سیاست های موجود خودشون. به این ترتیب پاسخ سوالتون روشنه که نه، لزوماً دولت رو از پا نمیندازه، نظام رو از پا نمیندازه، ولی ملت دچار گرفتاری میشه. آقای سبزعلی پور، نظر شما چیه در این باره؟ آیا فکر میکنید که اگر که مثلا اون چند سال آغازین بعد از برجام رشد اقتصادی ایران صعود وضعیت خوبی نشون میداد به خاطر که ایران طلبهاشو وصول کرده بود و به نظر میومد که اقتصاد داره وضع خوبی پیدا میکنه، شما آیا امیدوار هستید که بعد از اومدن بایدن و اینکه اگر که بیاد، اگر که بر اساس نظر سنجی‌ها الان جلو هست، واقعا نمیتونیم هیچ چیزی رو قطعی بگیم، ولی به هر حال گفته به برجام برمیگرده، اگه برگرده به برجام فکر میکنید اون شرایط تکرار میشه؟
اول اجازه بدید، چون بحث ما بحث اقتصادیه، بحث سیاسی نیست، من نمیخوام ورود پیدا کنم به مسائل سیاسی، ولی مهمانمون چون اون بحث بنده رو به حساب زیر سوال کشیدن، من نقل قول کردم از وزیر امور خارجه، خودم شخصا نگفتم و در ارتباط با اون قضیه اگر ذهن ایشون فراموش کرده لطف کنم به فیلمای اول انقلاب یه نگاهی بکنم ببینن این سیل جمعیت که شعار میدادن که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، من نبودم، من ملت بودم و اینو میخواد و این نتیجه یک که به هر صورت کسی که استقلال میخواد، آزادی میخواد، شاید بایستی یک سری هزینه ها رو هم بده. این در اینجا بماند. ولی در ارتباط با بحث خدمت شما عرض کنم که ریاست جمهوری آمریکا، اولا هی شما میفرمایید که ایران خیلی روی این قضیه نظارت میکنه یا مردم این قضیه رو خیلی پیگیری دارن میکنن یا خود آمریکایی یا حتی ترامپ یا به حساب مقامات آمریکا میگن ایران در انتخابات آمریکا دخالت میکنه. ما ببینید که یک بحثی رو درست علارغم مشکلات اقتصادی که داریم و به ملت داره فشار میاد و این اصلا غیر قابل کتمانه، اما یک بحثی هست و اون اینه که چطور میشه یک کشوری که در اوج مشکلاته و 41 سال پیش داشتن جشن براندازی جمهوری اسلامی ایران رو میگرفتن، اما امروز به جایی رسیده که مقامات ایالات متحده آمریکا میگن جمهوری اسلامی در انتخابات ایالات متحده آمریکا داره نقش داره و داره دخالت میکنه. این بماند. ولی در ارتباط با رئیس جمهور آمریکا، آقای سبزعلی پور، آیا به نظر شما در شرایطی که مردم با وضع اقتصادی که میبینید روبرو هستن، اهمیتی داره که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی دلش بخواد در آمریکا هم مثلا دخالت بکنه؟ آیا این جای پوز دادن داره؟ نه، بحث پوز دادن نیست. بحثیه که اونها دارن میگن ما هیچ دخالتی نکردیم. این بحثی است که حتما برای آقای ترامپ خیلی به حساب برگ برنده است که بیاد بگه چین و ایران و روسیه، این سه تا کشور دارن در اینجا دخالت. ما این کار رو نکردیم. اونیست که داره این حرف رو میزنه. من از زبان مقامات ایالات متحده آمریکا گفتم و هیچ بحث پوز دادنی هم نیست. اصلا دخالت در امور هر کشوری اصلا کار پسندیده ای نیست که هیچ کشوری بره در امور کشور دیگه دخالت. ولی در ارتباط با بحث ریاست جمهوری آمریکا باید بگم که اولا نه آقای ترامپ و نه آقای بایدن شخصا نمیتونن کل آمریکا رو اداره بکنن. آمریکا به هر صورت سیستم داره. پشت سر این آقایون هم سیستم و دولت در سایه وجود داره. به این شکل نیست که فردا اگر آقای جو بایدن بیاد بشه رئیس جمهور تمام مشکلات حل و فصل میشه. شما ببینید هر کسی که میخواد بشه رئیس جمهور آمریکا اول باید اون کلاه جهودا رو بذاره سرش و بره به حساب در اسرائیل و مورد تایید واقع بشه و بعد بتونه. حتی حسین باراک اوباما که یک مسلمان بود این کار رو انجام داد. پس نظر صهیونیست ها روی این قضیه خدمت شما عرض کنم که خیلی مهمه. پولدارای ایالات متحده آمریکا که پشت پرده نظارت دارن روی این قضیه خیلی مهمه. ولی در کل میخوام خدمتتون عرض بکنم که هر رئیس جمهور یک سیاستی داره. یک رئیس جمهور سیاستش سیاست تندی است مثل آقای ترامپ. بله. آقای علی پور، سوال من در واقع این هستش که آیا شما امیدوار هستید با توجه به سراشیبی که ظرف 4-5 سال گذشته طی کرده اقتصاد ایران، اگر آقای بایدن برگرده به برجام وضع اقتصاد درست میشه؟ میخوام عرض کنم که ایشون سیاست‌های تندی داشته و برعکس اومد و وضعیت اقتصادی رو خیلی فشارش رو بر ما بیشتر کرد، تحریم‌های بیشتر رو اعمال کرد. حال یک شخصی مثل آقای جو بایدن که از یک حزب دیگه است و با سیاست‌های دیگه هست که مشابهش آقای باراک اوباما که ایشون معاون اولشون بودن خواهد بود، احتمال بر این است، چون ما میگیم با آمریکا طرفیم و همه اینا بالاخره منافع آمریکا رو اول در نظر میگیرن، اما احتمال بر این است که آقای بایدن اگر بیاد سر کار سیاست‌های آقای ترامپ رو بعضن قبول نداشته باشه، بخشی از این تحریم‌ها رو احتمالاً از بین بتونه برداره و برگرده به برجام، که اگر برگرده به برجام شاید اون یکی دو سال اول آقای روحانی که خیلی اوضاع خوب بود و با آقای ترامپ با آقای کری قدم می‌زدند و وضعیت خوب بود. البته این رو هم باید در جریان باشید که برجام خود به خود همه چیز رو حل نمی‌کرد. برجام یک جاده‌ای بود برای ما، درست شد که ما نیاز به راننده خوب و ماشین خوب داشتیم که متأسفانه سوال من جواب ندادید. من سوالم این بود که آیا وضعیت اقتصاد ایران، تیمی که سر کار هست، اگر آقای بایدن گفته من به برجام برمیگردم، برگرده به برجام، شرایط درست میشه به نظر شما یا نه؟ اگر آقای بایدن بیاد و یک سری به حساب از فشارهای ترامپ رو کم بکنه و به برجام برگرده، به شرط اینکه آقای روحانی یا رئیس جمهور بعدی سوء مدیریت نداشته باشه، بله ما بهتر میشه. بسیار خوب. آقای فرانی بفرمایید.
بله، من می‌خواستم بگم که نه، این که اولا فشار حد اکثری که آقای ترامپ گفته و اینکه بخشی از اپوزیسیون متاسفانه ایران بهش امید بستن، در هیچ کجا فشار اقتصادی باعث سقوط یک رژیم نشده و این سیاست فشار اقتصادی که آقای ترامپ دارن میکنه، در حتی در ونزوئلا که در همسایگیشون هم هست با شکست روبرو شده، در بولیوی هم نتونستن این کارو بکنن. اینی که اصلا این یک سرابیه که آقای ترامپ بهش دامن زد و هیچ چیزی ازش در نمیاد، جز همونطوری که شما خودتون هم گفتید و درستی هم گفتید، باعث این شده که فقر در ایران به طرز وحشتناکی بالا بره. 1%های ایران طبق گزارش‌هایی که همه میدن در این مدت بین 20-30% به ثروتشون حتی اضافه شده و این قانون اینجور تحریم‌ها هست. دود این تحریم‌ها به چشم این دولت‌ها نمیره، بلکه به چشم مردمش میره. و اما اینکه آقای بایدن بیاد یا آقای ترامپ بره جلو، تفاوت‌هایی در نحوه رفتارشون با ایران قطعاً خواهد گذاشت. بایدن صراحتاً اعلام کرده که عمدتاً در چارچوب دیپلماتیک و مذاکره میخواد به جلو ببره. ترامپ تصریحاً که مسئله فشار سوپر حد اکثری رو میخواد ببره جلو. و از این زاویه تفاوت رفتار وجود داره. ولی وقتی شما از زاویه ایران نگاه میکنید و این هیئت حاکمه که تو ایران هست و قدرت واقعی که تو بیت امام هست نگاه میکنید، که شعار عدم مذاکره، عدم غیره و همش عدم رو مطرح میکنه، این تفاوت رفتار دیپلماتیک رو اینها در عملا میتونن زیر سوال ببرن. از این زاویه است که این که آقای بایدن هم روی کار بیاد، ایشون نمیاد که منافع آمریکا در منطقه رو فدای روابط دیپلماتیکش با ایران بکنه. نوع رفتارش رو میتونه با ایران تغییر بده و این برداشتن یک سری از تحریم‌ها، یه سری گشایش موقت و کوچیکی میتونه ایجاد بکنه. ولی این 1%های کیسه گشادی که به اصطلاح در ایران هستن و سلطه دارن در ایران، اجازه نخواهند داد. من این رو بارها تکرار کردم در صحبتایی که قبلا هم با هم داشتیم، من اینو گفتم، اینا اجازه نخواهند داد که منفعت اون به صورت تقسیم عادلانه تر ثروت و درآمدها بین مردم باشه. از زاویه دلبستن به اینکه آقای بایدن بیاد و سلاس تحریم ها رو ورداره، اون وقت یه گشایش عجیب غریبی در ایران اتفاق میفته، این هم به همون اندازه سرابه که اونهایی که فکر میکنن که اگه فشار حداکثری ترامپ باشه دولت ایران میفته. آقای منصور گفتن در عراق 10 سال تمام شدیدترین تحریم هایی بود که بچه های عراقی از اسهال میمردن، از کمبود شیر خشک میمردن، از گرسنگی میمردن، ولی دولت صدام حسین و اون باند تکریتی که روی کار بود همونجور زندگی خوش خودش رو ادامه میده. آقای حاجی قاسمی، شما تخصصتون علوم اجتماعی هست، آیا فقر و مشکل اقتصادی در نهایت میتونه منجر به شورشی بشه که تغییر عمده ایجاد بکنه؟ ظرف 2 سال اخیر ما اعتراضات گسترده ای دیدیم، در دی 96 دیدیم، در آبان 98، در مرداد 97، ولی آیا واقعا میشه گفت که اینها اون چیزی هست که باش جمهوری اسلامی خطر جدی رو احساس بکنه، تغییر عمده ای بخواد ایجاد بکنه در خودش، یا تغییر پیدا بکنه به خاطر این اعتراضات؟ پیش بینی آینده در علوم اجتماعی کار بسیار دشواری است و نمیشود پیش بینی انجام داد. تا کنون این گونه بوده است که وقتی فشار بر جامعه زیاد بشود، بر مردم زیاد بشه، انگیزه شورشگری، انگیزه اعتراض بالا میگیره و ممکن هست جامعه شورش بکنه. و در ایران هم در واقع 2 تلاش در این چند سال اخیر صورت گرفت، اما آنچه که شاهدش بودیم این بود که در ایران حکومت آمادگی مقابله با شورش ها و اعتراضات رو داره و اصلا خودش رو آماده کرده برای اینکه اگر چنین شورش های صورت گرفت بتونه سرکوب بکنه. بنابراین حالا اگه به عنوان به اصطلاح پژوهشگر علوم اجتماعی بخوام در عرصه سیاست نظری بدم، خب من هیچ وقت راهکار انقلابی یا راهکار شورشی رو برای برون رفت یک جامعه از مصائبش نه تحلیل میکنم نه بهش شوق. صدای حاجی قاسمی، به صورت مصداقی صحبت بکنیم. در تونس یک میوه فروشی که از وضعیت اقتصادی به در واقع خیلی وضعیت اقتصادی نابسامانی داشت، در نهایت خودسوزی کرد و این باعث شد که مردم شورش بکنن، اعتراض بکنن و انقلاب در تونس اتفاق افتاد. آیا این شرایطی است که ممکنه در ایران تکرار بشه هرگز یا نه؟ امکانش هست، منتها باید بررسی عمیق‌تر انجام داد. گروه‌های اجتماعی که پتانسیل شورشگری دارند آیا به اون اندازه‌ای هستند، اون سازماندهی رو دارند و در مقابل حکومت اون برخوردی که با حرکت‌های اعتراضی می‌کنه به چگونه هست، انسجام حکومت چقدر هست، نحوه مقابلش. در واقع میشه گفت 2 طرف ماجرا رو باید دید و
آنچه ما امروز می‌بینیم با تجربه چند سال اخیر، این که در ایران در آینده نزدیک خطر وقوع چنین شورش‌هایی باشه، نه اینکه نیست، کم هست. آنچه بیشتر امکانش هست اینه که تغییراتی در واقع میشه گفتش که ساختار قدرت و سیاست گذاری صورت بگیره. یعنی این امکان برای وقوع بسیار بیشتر است. یعنی ما اگر تطی هفته‌های آتی آقای بایدن که بر سر کار میاد، آنچنان که اشاره کردم روی کردی که اوباما دنبال میکرد و کری بخواد اونو دنبال کنه، که من یقین دارم این کارو خواهند کرد، اون موقع برمیگرده به اینکه آیا مقامات ایران آمادگی اینو دارند که در روابط خودشون با جهان و با مردم ایران، البته با بحث مردم میذاریم در جای خودش، در رابطه با جهان به عادی سازی رو روی بیاورند. آیا همچنان میخوان به اون سیاست ضد آمریکایی 40 سال پیش 50 سال پیش؟ شما در گفتمان که نگاه میکنین حتما در پی این هستن که در این آقای بایدن اگر مسیح هم ظهور بکند در آمریکا، یک جنبه منفی پیدا بکنیم که نه ما با او دشمن هستیم. آقای حاجی قاسمی، آقای سبزعلی پور اشاره جالبی کردن به حرفای آقای ظریف. آقای ظریف گفته که این شیوه‌ای هست که مردم ایران انتخاب کردند و بر اساس این شیوه به هر حال این شرایط رو هم میپذیرن. کدوم شیوه رو انتخاب کردن آقای ظریف؟ شیوه در واقع اون چه که آقای ظریف و در واقع جمهوری اسلامی اسمش رو میذارن استقلال، ولی خب بقیه ممکن هست در واقع اسمش رو چیز دیگه‌ای بذارن، همونطور که شما میگید تضارب با بقیه کشورها، تقابل با بقیه کشورها. نه، این تعریفی که آقای ظریف در مورد استقلال میدن غلط هست، برای اینکه ما گفتم در این 40-50 سال اخیر دولت جمهوری خلق چین که یک کشور 1.5 میلیاردی هست و تمام گونه های مختلف صنعت رو داره، حتی این نمیتونه مستقل در اقتصاد جهانی مستقل از اقتصاد جهانی باشه. همه تلاشش رو میکنه که بتونه صادرات انجام بده، وگرنه چینی میتونن مرزاشون رو ببندن. به اندازه کافی مصرف کننده دارن، در همه صنایع و در همه تکنولوژی ها پیشرفت کردن. چرا چون این نمیکنن؟ چرا همه کشورهایی که درونگرا بودن، از ویتنام انقلابی، از کوبا، نمیدونم از همه اینها فاصله گرفتن از اون و در اقتصاد گلوبال و جهانی قاطی شدن؟ ما چه اصراری داریم که غیر خلاقانه بر یک حرفی که 40 سال پیش زدیم 50 سال پیش زدیم اصرار به، در حالی که جامعه ایران اینو نمیخواد. آقای حاجی قاسمی، آقای فرهانی با حرفتون مخالفه. آقای فرهانی بفرمایید. ببینید اصلا کدوم استقلال اقتصادی؟ آقای منصور روی نکته ای میرن که اصلا واقعیت نداره. آقای حاجی قاسمی سوال میکنم. آقای قاسمی، جمهوری اسلامی به هیچ وجه استقلال اقتصادی نداره، نوع معینی استقلال سیاسی رو فقط داره و اینو به عنوان استقلال کلی به داره غالب میکنه به همه افکار عمومی، هم در ایران هم در جهان. اقتصادیات جمهوری اسلامی بخشی از اقتصادیات سرمایه جهانی هست و گلوگاه اینها، شریانهای اینها کاملا دست سرمایه بزرگ بین المللی هست. سرمایه بزرگ بین المللی هم که تمام اینا دستش هست داره بهش میگه زانو بزن و این استقلال نسبی سیاست هم بذار کنار، در منطقه سیاست های خودتو بیار. این میگه به اوناست، بحثی که به ما مربوط نمیشه. اما سوالی که شما کردید که چه تغییری میشه ایجاد کرد، نگاه کنید ببینید تو این دو سه سالی که اتفاق افتاده، فقط مسئله شورش ها و اعتراضات شدید و قهرمانانه دیما و آبان نبوده، اعتصابات کارگری عظیم رو ما داشتیم. اونایی که این اعتصاب تاریخ ایران رو داشتیم در هفت‌تپه و شعارهایی که اونجا مطرح شد، ترکیبی از این اعتراضات عمومی، از این اعتصابات و اتفاقا این روحیه مبارزجویانه شورشی علیه دستگاه سرکوب هست که تغییر رو در ایران میتونه ایجاد بکنه و این گرفتنیه. حق مثل ایران در همه جای دنیا، حتی در مملکت امام زمان، حق گرفتنیه و دادنی نیست. این رو فقط میشه از پایین و از طریق. آقای فرهانی اجازه بدید آقای حاج قاسمی جواب بدن. بفرمایید آقای حاج قاسمی، کوتاه اگه ممکن. از عرض بنده شد، من عرض کردم که اقتصاد ایران شدیداً به اقتصاد جهانی وابسته است، بسیار وابسته، و این اقتصادی که بسیار وابسته است نمیتواند در سیاست اینگونه که در واقع این میل به انزوا عمل بکنه. ما نمیتوانیم مثلا یک حضور برجسته منطقی داشته باشیم در مقابل آمریکا عرض اندام بکنیم، در حالی که به لحاظ اقتصادی نمیتونیم. تحریم ها اینگونه به ما فشار وارد کرد و در فاصله 3 سال در واقع میشه گفتش که توانمندی اقتصادی ایران نزول پیدا کرد. البته متلاشی نشد، این کاملا درست است، ولی بس بگونی هستش که قیمت دلار از 3 تومن 4 تومن رسید در این چند سال به 30 تومن، یعنی در واقع 10 برابر ضعیف شد. عرض بنده این بودش.
بله. آقای منصور، نظرتون میخوام راجع به این صحبت ها بدونم، ضمن این که همین این بحث، این که به هر حال اقتصاد ایران اینقدر وضعیتش تغییر کرده که به قول آقای حاجی قاسمی دلار مثلا ظرف مدت کوتاهی یک دهم در واقع قیمت ریال یک دهم قبلش شده ارزشش، و شرایط به هر حال شرایطی هست که عده زیادی از مردم دچار مشکل هستند. اگر که بخوان تغییری ایجاد بشه در ایران، همواره ما میشنویم که تنها راهش مذاکره با غرب هست و راهی برای اینکه در واقع گفتگو آغاز بشه با آمریکا و جامعه بین الملل. ایران میگه یک بار این کار کردم و نتیجهش اینی بوده که دیدید در نهایت یک رئیس جمهور دیگه اومده، از برجام خارج شده و شرایط این هست. واقعا چه راهی داره یک کشوری با مختصات ایران برای اینکه زندگی مردم درش بهتر بشه؟ و آیا اساساً چنین چیزی متصور هست به نظر شما که اقتصاد رو به خوبی میشناسید؟ ببینید جناب حاجی قاسمی به نکته بسیار اساسی انگشت گذاشتند. هیچ کشوری نمیتونه بدون شرکت در تقسیم کار جهانی بهره‌وری خودش رو، قابلیت تولید خودش رو بالا ببره، و این شرکت در تقسیم کار جهانی باید به صورت رقابتی باشه، برای اینکه هر تولید کننده باید با رقبای خودش نشون بدهد که من در اونجا برتری دارم، درنچه بهترین جنس رو با ارزانترین قیمت بتونه عمل بیاره. انحصارها و مافیاها جلوی این کار رو میگیرن، درنچه انحصار هیچ وقت توان رقابت رو نداره. شما صنایع اتومبیل سازی ایران رو ببینید که جنس بسیار بسیار از نظر کیفیت بالا، قیمتش از نظر کیفیت پایین، قیمت بسیار بالا. این فقط میتونه در کنف حمایت بستن راه ها و گمرک ها زندگی بکنه، ولی اگر راه برای صادرات و واردات باز بشه، این صنایع اوردی ورشکسته هستن. عرض کنم در مورد مقوله استقلال صحبت فرمودید. استقلال به این معناست که ما در برابر چیزایی که تهیه میکنیم میتونیم عرضه کنیم، چیزای ارزشمندی رو بتونیم بگیریم، ولی در غیاب چنین همکاری استقلال معنی نداره. من معتقد هستم که ایران مسائل بسیار بسیار جدی داره و این مسائل جدی راه حل دارند، منتها بسیاری از منابع داره تلف میشه، حتی برای ترمیم این ویرانی ها منابع تلف میشه. هر چه زودتر بشه و جلوی تلف شدن رو گرفت و به اصلاح پرداخت، اون اندازه سریعتر. ولی من معتقدم تمام مشکلات اقتصادی ایران راه حل داره. بعضیا میتونن در عرض چند ماه، بعضیا میتونن 2 سال، 5 سال و برخی تا 20 سال. ولی آقای منصور، آیا اراده چنین تغییری و بهبود شرایط هست؟ همونطور که خودتون گفتیم، بحث انحصار و رانت و فساد بالا در جمهوری اسلامی بحث بسیار جدی هست. آیا اساساً اون بخشی از حاکمیت که اینها رو در اختیار داره علاقه داره به اینکه این تغییر ایجاد بشه، یا اصلا میگذاره که این تغییر ایجاد بشه؟ وقتی از حاکمیت صحبت می‌فرمایید خانم قاضی‌زاده عزیز، ببینید در مجموع حاکمیت نگاه به اقتصاد نگاه واقع بینانه نبوده و نیست. این از نظر معرفتی. اگر مثلا دوره 3 ساله دولت اول آقای روحانی 4 نفر مشاور خوب یا 1-2 نفر مشاور خوب داشتن، تونستن تورم مهار کنن، بلکه که در اون دوره تصمیم گرفتن به نصیحت اون مشاوران گوش بدن، بعد 3 سال دوباره برگشتن به سیاست تولید نقدینگی و جلوی برخورد با انحصار رو که بر بخش دوم برنامه اصلاحی بود گرفتند و اونجا قدم نذاشتند. مانع اساسی کارم رهبری بود در این زمینه. اشاره فرمودید به موارد بسیار بسیار حساس، مثلا علت این که قیمت دلار 10 برابر میشه، پرسش اینه طلا چرا اینقدر گران میشه، بورس چرا چنین حالتی پیدا میکنه، زمین و مستغلات چرا، همه اینها اون طرف سکه مردن پول ملی است. پول ملی در حالت نزار، در حالت جان کندنه. در نتیجه این چرا چگونه میشه؟ ببینید ما امسال
طبق آمار رسمی 6.5% تولید ملیمون منقبض شده. در برابر این انقباض که باید میزان پول هم کم بشه، ما روزانه 2000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کردیم. بله. پرسش چرا این کاری میکنیم؟ خب در این کوتاه نمیشود جواب داد، ولی انگیزه های بسیار و اهرم های بسیار نیرومند در این سیستم وجود دارن که جلوی اون رو نمیشود کرد. جالب هست اینی که گفتید، برای اینکه خب میدونیم که قیمت های در واقع حقوق ها برابرسازی شده که بخش قابل توجهی از اونها تا گاهی تا 2 برابر برای بازنشستگان افزایش پیدا کرده، که میدونیم ارزش پول بسیار کم هست، ولی به هر حال وقتی حقوق 2 برابر میشه این یعنی نقدینگی میره بالا. و همینطور هر روز در مجلس قوانین تصویب میشه برای پرداخت های بیشتر، که این به راحتی برای هر دولتی ممکن هست که وقتی میتونه پول چاپ بکنه به راحتی میتونه این پرداخت رو بکنه، و نتیجهش خب مشخص هست که چه خواهد شد. ولی آقای علی پور، بحثی که الان مطرح شد، بحث عدم در واقع تلاش برای تغییر در بخش های مهم اقتصادی و سیاسی کشور، شما در داخل ایران هستین و میدونم که به هر حال از بخش بزرگی از اونچه که در حاکمیت میگذره شما دفاع میکنید و احساس میکنید که درست هست. بخش ممکن انتقاداتی به دولت دارید، ولی فکر میکنید که بر بقیه بخش ها دارن کارشون رو درست انجام میدن. اگه شما بخواید توصیه ای بکنید، چه توصیه ای میکنید؟ اگه الان بخواید شما بگید که یه تغییری باید صورت بگیره، چه توصیه ای میکنید؟ خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با این سوال، قبلش اجازه بدید که به یه نکته اشاره بکنم. بهتره در برابر بینندگان محترم که نشستیم ادب رو رعایت بکنیم و از کلمات و لغت‌های استفاده نکنیم که خیلی برازنده این برنامه و مردممون نیست. مثلا مثل قالب کردن، مثل نمیدونم یه همچین جملاتی که اصلا نمیخوام تکرارش کنم. ولی در ارتباط با بحثایی هم که قبلش کردید، مثلا مثل بحث استقلال، اصلا از اولا استقلال جمهوری اسلامی که بحث بود، بحث استقلال اقتصادی نبود، بحث استقلال سیاسی است که به هر صورت کشور بتونه روی پای خودش از نظر سیاسی وایسته، حرف خودش رو بزنه. همین چیزی که الان آقای ترامپ میگه اون داره تو داخل کشور. خب مثلا اینه که برای مردم آیا میارزه این آقای علی پور در شرایطی که الان مردم کشور دارن زندگی میکنن، در دهه های گذشته وضع بهتری نداشتن، آیا این میارزه، این استقلال سیاسی آیا میارزه برای مردم؟ اینو باید از مردم سوال بکنن. از شخص من به عنوان یک نفر نمیتونن به حساب این نظرسنجی رو بگیرن، ولی از خود مردم باید سوال بکنن. به تبع خیلی‌ها خواهند گفت نه و خیلی‌ها خواهند گفت بله. این در ارتباط با این قضیه. منتهی مراتب در ارتباط با اون کشور عربی تونس که گفتید یه نفر خودش آتیش زد، باید خدمتتون عرض بکنم که هر نسخه در هر کشوری قابل تجویز نیست. ایران ایرانه، عربا عرب هستن، اونجا یه چیزی جواب میده، اینجا جواب نمیده. دیگه هم اینجا الان جاش نیست که بتونم این رو کالبد شکافی بکنم و باز بکنم که بگم به چه دلیلی یه همچین اتفاقی نمیفته. اما در ارتباط با بحث سوال عرض کردم، آیا فکر میکنید تغییری میشه صورت بگیره؟ و اگه بخواید شما پیشنهادی بدید برای تغییر که اقتصاد بهتر بشه، چه پیشنهادی میدید؟ اگه سریع بگید من. بله، 100% 100% اقتصاد میتونه تغییر پیدا بکنه. در کنار اقتصاد، اول این رو هم خدمتتون عرض بکنم، بحث البته روابط بین الملل ما هم بایست به خوبی پیش بره، مذاکرات ما هم بایستی به خوبی پیش بره، با کشورهای دیگه هم روابط خوبی داشته باشیم. اما در ارتباط با بخش اقتصادی، اگر دولتی که میاد سر کار یک دولتی باشه، همچنان که اول عرایزم عرض کردم، شایسته سالاری رو مبنای کارش قرار بده، مدیران خوبی رو انتخاب بکنه، سیاستش سیاست درستی باشه، رئیس جمهورش رئیس جمهور درستی باشه، حرف نزنه، شعار نده، عده نده و دلسوزی مملکت در سرلوحه کارش قرار بگیره، منافع ملی، نه منافع شخصی، نه منافع جیب خوده. ولی آقای علی پور، شما خودتون الان گفتین باید مذاکره با کشورهای دیگه بکنه، آیا فکر میکنید دولت در ایران اصلا در جایگاهی هست که چنین تصمیمی رو بتونه بگیره؟ حالا هر کی که باشه، صد درصد میتونه تصمیم بگیره. خدمت شما عرض کنم، به این شکل نیست که این بحث الغا شده که نه، دولتی که میاد سر کار یه همچین، اگر چنین چیزی هست چرا پس کسی میاد رئیس جمهور میشه؟ چرا میان یه همچین کاری رو میکنن و آبروی خودشون رو میبرن اگر نیستن؟ پس میتونن. منتهای مراتب ما در کشورمون ساختارش به شکلی هست که مقاماتی وجود دارن و این ساختاری که در نظام وجود داره باید با همفکری همدیگه کاری رو جلو ببرن، نه اینکه به صورت مطلق جلوی رئیس جمهور گرفته شده و اجازه اختیار هیچ کاری رو نداره. پس مطمئن باشید میتونه این کار رو انجام بده، همچنان که برجام شد اینها زدن زیرش، یعنی آمریکایی‌ها پارش کردن. بله. ولی در ارتباط با بحث اقتصاد، بله، اگر مشاورین خوب اقتصادی، وزرای خوب اقتصادی داشته باشن، سیاست درستی باشه. بعد در ارتباط با خدمت شما عرض کنم که
اقتصادی نظر مردم و نظر کارآفرینان بزرگی که توی این مملکت هستن و هر کدومشون کمتر از یه دولت نیستن، اگر نظر اونها رو هم به هر صورت جویا بشن و بتونن با هم فکری کارآفرینان بزرگ کشور رو اداره بکنن، مطمئنن و قطعا ایران میتونه بر بخشی از مشکلات اقتصادیش فائق بیاد و در کوتاه‌ترین زمان نتیجه‌اش به صورت همه ببزه. آقای فرهانی شما هم نظرتون رو بگید، دو دقیقه بیشتر وقت ندیم. بله، نه ببینید، اولا اون مسئله رفراندوم رو که ایشون گفتن، این رفراندوم تحمیلی بود، نظام ولایت فقیه به مردم ایران تحمیل شد. اگر فرمودید ولی این رو الان دیگه بله بفرمایید. من بخوام ادامه بدم به خاطر اینکه این بحثی آقای علی پور اجازه بدین وقت رو بدیم به آقای فرهانی. آقای فرهانی بفرمایید راجع به این صحبت کردید، بفرمایید. در جامعه، در کشوری که دولت رانت دستش است و انحصار ارز دستش است، بدون یک برنامه‌ریزی درستی که دولت در مرکز اون باشه، امکان نداره شما به سیاست‌های کلان اقتصادی ایران پاسخ بدید. دو مهمان دیگه به خصوص آقای منصور، مسئله رو به حد تکنیکی و اینکه یه مدیر قابل باید باشه یا غیره باشه و این آدم‌های شایسته انتخاب بشن قضیه رو حل می‌کنن، به هیچ وجه اینطوری نیست. من عرض کردم هیچ کسی بهش برخورد نکرد. در شیلی و در آرژانتین، در تمام کشورهای آمریکای لاتین که این سیاست‌ها رو پیاده کردن، بهترین اقتصاددانان، بهترین بانکدارها، بهترین کسانی که تربیت شده بهترین دانشکده‌های اقتصادی آمریکایی بودن، سر کار بودن و این فاجعه به خاطر سیاست. آقای فرهانی اگه اجازه بدیم پس یه دقیقه آخر بدیم آقای منصور که به این پاسخ بدن. آقای منصور میگن در این کشورها جواب ند. شما نمیتونید بردارید. به هیچ وجه نمیشه نقش دولت رو در کشوری مثل ایران حذف کرد. آقای منصور بفرمایید. در این یک دقیقه عرض کنم خانم که آقای فراهانی عرض من رو اصلا متوجه نشدن، من اون معنا رو نگفتم. ببینید، من مسئله رو به حد مدیریت تقلیل ندادم، درست خلاف این. من معتقدم که این نظام در چارچوب های خودش کار نمی کنه. در نتیجه بهترین مدیران رو، من بارها اینو گفتم، شما اگر آلن گرینسپن رو بیارید، اگر بن برنکه رو بیارید، بزنین رئیس بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی ایران کار بانک مرکزی را انجام نخواهد داد، برای اینکه در این چارچوب نمی‌شود کار کرد. در نتیجه چرا؟ به دلیل سیاسی یا چارچوب‌های مسائل اقتصادی؟ نه، ببینید، به خاطر اینکه بانک مرکزی علل اصول، من به روی این اقلن 50 تا مقاله چاپ کردم، بانک مرکزی اصولاً کار بانک مرکزی را انجام نمیده. بانک مرکزی کارش حفظ ارزش پول ملی است، در حالی که در ایران بانک مرکزی وظیفه‌اش تأمین مقادیر ریالی در برابر دلار برای تأمین بودجه کشور. در نتیجه قیمت قدرت خرید پول افت میکنه و قدرت و در نتیجه مردم فقیرتر میشن. حالا چرا چنین میشه؟ برمیگردیم اون ساختارهای دیگه. ولی خلاصه کنم مسئله رو، ببینید، مسئله بغرنج هست، چند جانبه هست، ولی قابل درمان هم هست. اقتصاد ایران دچار بی‌تعادلی های بسیار کلان، من 5 تا اینها رو نام بردم در نوشته هایی، 5 بی‌تعادلی کلان. اینها راه حل دارند، منتها برخی. آقای منصور وقت خیلی کم هست، بنزه 30 ثانیه. آیا فکر میکنید اگر آقای بایدن بیاد و جانشین آقای ترامپ بشه در کاخ سفید، میشه امیدوار بود؟ آقای روحانی گفته در ظرف چند هفته آینده شرایط خیلی بهتر خواهد شد. آیا شما امیدوار هستید؟ اگه کوتاه بگید. از بنده سوال کردید. بله اگه کوتاه بگید. من معتقدم که تفاوتایی، ببینید، تفاوتایی وجود داره در سیاست این دو حزب، ولی به این صورت انجام نخواهد گرفت. اولا حزب دموکرات موازی آقای اوباما رو نداره، وانگهی با کارهایی که آقای ترامپ کرده، برگشت آقای بایدن حتی اگر بخواهد به این سادگی عملی نخواهد شد. برای همین تحریم اخیر رو ببینید، این تحریم رو بس کرده مقوله تروریسم. آقای بایدن در اون نظامی که قانون داره، حقوق داره، دادگاه داره، باید ثابت کند که اینا به تروریسم ربط ندارن، قبل از آن که بتونه فرمان اجرایی باطل کنه. در نتیجه مسائل بغرنجی مطرح میشه، حتی اگر آقای بایدن اراده بکنه چند ماه طولانی در این قضیه زمان احتیاج شد. ممنونم از همه آقایون، آقای منصور، آقای علیپور، آقای فراهانی و آقای حاجی مشهدی. من باید بگم که حاجی قاسمی، معذرت میخوام، و باید بگم که ما تو این برنامه بارها مطرح شد که آقای بایدن اگه سر کار بیاد، یه جوری هم صحبت شد که انگار داره سر کار میاد، ولی ما هنوز هیچی نمیدونیم. هفته آینده پوشش خبری زنده خواهیم داشت از انتخابات آمریکا و لحظه به لحظه شما رو به روز خواهیم کرد با نتیجه انتخاباتی که به هر حال برای بسیاری در سراسر جهان بسیار مهم هست. ممنون که با این برنامه صفحه 2 آخر هفته همراه بودید.